جنگ گرگ ها بر سر زهر اتمی و بحران مرگبار حاکمیت، اظهارات بی سابقه سرکرده کل سپاه پاسداران درباره تندادن رژیم به مذاکرات اتمی از موضع درماندگی و درباره وضعیت در هم شکسته و بحرانی نظام ولایت فقیه. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری سرکرده کل سپاه پاسداران در روز چهارشنبه 30 بهمن در جمع بسیجیان در مورد مذاکرات اتمی به خاطر درماندگی رژیم گفت: دولت با نرمش قهرمانانه و با حفظ اصول وارد مذاکره شده تا یا فشار تحریم ها کم شود و یا مسئولین کشور از خارج ناامید شوند و بر توان داخلی تمرکز کنند که هر نتیجه‌ای بدهد مثبت است، البته مشروط بر این که کسی از خطوط قرمز عبور نکند که البته آقا هم اجازه نمی دهند. به دلیل مقطع حساسی که باید مذاکرات به جلو برود، تا بهانه دست کسی ندهیم فعلا باید سکوت کنیم و بغض در گلو نگه داریم، چون کار بسیار حساسی است و هدف اصلی هم برداشتن فشار اقتصادی بر مردم است که بسیار مهم است، لذا باید با ملاحظه عبور کرد. سرکرده کل سپاه خامنه‌ای به بی‌اعتباری ولی فقیه ارتجاع در درون رژیم و به نفرت عمومی از سپاه پاسداران اذعان کرد و گفت: امروز در همه کشور از سخنانی که رهبری می‌فرمایند عقب هستیم. کشور ما بحرانی است و با بحران روبرویم. تحول باید در همه دستگاه‌های کشور اتفاق بیفتد. سیستم اداری حاکم بر کشور برخی نهادهای انقلابی را استحاله کرده و از بین برده و به سپاه هم هجمه می آورند، اما سپاه در برابر این هجمه ها مقاومت می کند. وی افزود: مبنای انقلابی بودن گوش دادن به حرفهای ولی فقیه است، اما مشکل ما با خیلی از انقلابی های قبلی همین است که انقلابی نماندند. فرمانده جنایتکار سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود به انزجار مردم ایران از نظام ولایت فقیه اعتراف کرد و گفت: وضعیت انقلاب اسلامی در خارج بهتر از داخل بوده است. دعوای خیابانی سال 88 بر سر موضوع انقلاب اسلامی بود. یک عضو مجلس ارتجاع. مرحله اول مذاکرات تمام شد و بین داده و ستانده تناسبی وجود نداشت. گام نهایی چه چیزی را خواهیم گرفت و چه چیزی را خواهیم داد؟ اگر قرار است که مانند مرحله اول باشد، که وا اسفا. محمد بیاتیان از اعضای مجلس ارتجاع در جلسه علنی گفت: مرحله اول مذاکرات تمام شد و باید گفت که بین داده و ستانده تناسبی وجود نداشت. آنچه دستاورد مرحله اول بود زیاد خواهی و پررویی آمریکایی ها و توهین ها و تهمت های جدید علیه نظام بود. حال این سوال مطرح است که در گام نهایی چه چیزی را خواهیم گرفت و چه چیزی را خواهیم داد؟ اگر قرار است که مانند مرحله اول باشد، که وا اسفا، چه شده که بعد از این که ما در حال مذاکره با آمریکایی ها هستیم، زبان آنها به دشنام گستاختر شده و از طرف ایرانی متاسفانه به دلیل محافظه کاری باور نکردنی شاهد عدم پاسخ و بعضا پاسخهای بیربط و از موضع پایین هستیم. به نوشته یک رسانه حکومتی، 1200 نفر از آخوندهای حوزه قم و تهران در مورد مذاکرات به آخوند روحانی نوشتند: آیا در فتوای رهبری اشاره به پذیرش ذلتبار توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% و پایین آوردن ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم 5% و تعطیلی تأسیسات آب سنگین عراق شده است؟ آیا انفعال در مورد تهدیدهای متعدد بعد از مذاکرات هسته‌ای که با لحنی صریح و بی‌ادبانه توسط آمریکا بیان شده است نیز تفسیر شما از این فتوای عالمانه می باشد؟ تیم مذاکره کننده در اقدامی عجیب و بی سابقه از انتشار متن توافقنامه جدید خودداری کرد و رئیس دستگاه دیپلماسی در مقابل مطالبه نمایندگان مجلس که جایگاه وکلای ملت را دارند اظهار می‌دارد: حتی اگر استیضاح شوم توافقنامه دوم را منتشر نمی‌کنم.